آقا بالاخره اومدیم با دفتر یادداشت، جذابترین سریال این روزای نمایش خانگی قسمت 13 هم اومد، کلی گره گشایی کرد، کلی گره جدید ایجاد کرد. قراره که تو این ویدیو بررسی کنیم، تئوری های جدید رو بررسی کنیم، یه سری پیش بینی داشته باشیم. ولی قبل از اینکه بریم سراغ کارمون بگم که این چند قسمت باقی مونده سریال رو قراره که هر هفته بررسی کنیم و منتظر بررسی سریال عفی تهران باشید. همین که اومد بررسیش رو میذاریم توی چنل. پس پیشنهاد میکنم که اگه سابسکرایب نکردی خوشحال میشم که با سابسکرایب کردنت اضافه شی به جمع ما. جمله بندیم درست نبود، چشکی کنید بریم برگردیم. سلام، محمد علی هم شیرزاد، خوش اومد به چنل خودتون شیرزاد فیلم. از همون سکانس اول لازمه که شروع کنیم، سکانسی که خیلی از چیزها رو مشخص کرد. مثلا همون اول مشخص کرد که شعله به احتمال خیلی خیلی بالا طبق گفته خودش قاتل نبوده و فقط یه دونه تومه بوده، همونطور به گفته خودش. یعنی چی؟ یعنی نزدیک میشده صرفا به مقتولین و عمل قتل رو یکی دیگه انجام میداده، احتمالا همون شمس. و یه مهر تاییدی شد سر این قضیه که همون قسمت دوم سوم دیگه هممون به این قضیه شک کرده بودیم که احتمالا نازنین دختر ایرجه. ولی خب هی ما رو بازی دادن، هی پیچوندن، ولی تو این قسمت دیگه واضح، حالا واضح مستقیم بهش اشاره نکردن، ولی با نشونهایی که دادن، با حرفایی که شد، مشخص شد که نازنین دختر ایرجه و این حدسی که حالا از همون قسمت دوم سوم احتمالا هممون زده بودیم درست بوده. حالا به این قضیه مشخص شد که دقیقاً همون روزی که قرار بوده نازنین و اوراب ازدواج بکنن، روز عروسیشون که اگه دقت کنید خب لباس مهمونی هم پوشیده بوده ایرج، خود شعله هم اشاره میکنه که تو الان باید تو عروسی باشی، چرا اینجایی؟ میگم ایرج همون روز عروسی دخترش رسیده بوده به شعله و فکر میکرد، یعنی با این ایده رفته بود جلو که خب قاتل شعله است، رسیدم به قاتل. ولی ایدل غافل که اونور قاتل اصلی زده پسرش یعنی علی رو کشته، انداخته توی صندوق عقب ماشین نازنین. و کسی هم که زنگ زد به ایرج خب حمید بود و خبری که داشت میداد همین خبر کشته شدن پسر ایرج یعنی علی بود. و این خبر انقدر احتمالاً برای ایرج حالا دردناک بوده، خیلی شوکه‌آور بوده، خیلی عجیب غریب بوده که باعث شده حافظش رو هم همون لحظه از دست بده. یعنی دلیل اینکه ایرج حافظش رو از دست داده به احتمال خیلی خیلی بالا برمیگرده به همون اتفاقی که برای پسرش علی افتاده. حالا چند جای دیگه هم تو این قسمت به خانواده بودن اینا، یعنی زن و شوهر بودن روحانگیز و ایرج و اینکه نازنین و علی بچه‌هاشون بودن اشاره شد به این قضیه تو این قسمت. یا مثلا اونجایی که روحانگیز گفت من به غیر از تو کیو دارم، همچین جمله گفت. یا از اون مهمتر اونجایی که روحانگیز گفت که ماشین مال پدر نازنینه و حمید با کنایه داشت میگفت که یارو سقط شده، کاملا مشخص بود که منظورش ایرجه. ولی حالا سوالی که پیش میاد اینه که آقا اصلا چرا واقعیت رو به ایرج نمیگن؟ چرا همشون دارن تلاش میکنن که یه سری چیزا رو یاداوری کنن برای ایرج، ولی این قضیه اصلی، این قضیه مهم که آقا تو یه خانواده ای داری، فلانی دخترته، فلانی همسرته، پسرت کشته شده رو بهش نمیگم. به نظرم دلیلش به این برمیگرده که این قضیه کشته شدن علی انقدر دردناک بوده برای این آدم که خب باعث شده حافظش رو از دست بده، پس زیادی دردناکه و ممکنه که دوباره آسیب بزنه به ایرج یادآوری این قضیه. و اگه دقت کنید اونجایی که خودش سعی کرده سری چیزا رو یادآوری کنه، یعنی به ذهن خودش دوباره فشار آورده، حالش بد شده و ممکنه که میگم اینا این قضیه رو همشون با هم هماهنگ کردن که یه جورایی پنهونکاری بکنن، یه جورایی نفهمه ایرج، یادش نیاد که دوباره آسیب نبینه. پس کل این قضیه تو این قسمت به نظرم مشخص میشه. و یه چیز جالبی به ذهنم میاد در مورد این قضیه، اونم اینه که بعد اون شب، بعد شب عروسی نازنین، یا بهتره بگم شب کشته شدن علی، هر سه عضو این خانواده دوچار یه مشکلی میشن، یعنی هم ایرج، هم روحانگیز و هم نازنین. ایرج که حافظه‌شو از دست میده، نازنین دوچار اون خنده های عصبی و اون خنده های عجیب غریب هیستریک میشه، و سومی که هیچ فکتی ندارم در موردش ولی حسی دارم میگم و حس میکنم که قراره که تو قسمت های بعدی هم بهش اشاره بشه، دلیل این نوشابه خوردن های عجیب غریب روحانگیزه که اینم من فکر میکنم بعد از همون شب
باعث شده یه حرکت عصبی اینم دیگه. من فکر می‌کنم اینکه بعد از اون شب اتفاق افتاده، بالاخره نوشابه و این چیزا نوشیدنی و اینا همه برمیگرده به نظرم به همون شب عروسی و مجلس و اینا. فکر می‌کنم که تو قسمت‌های بعدی بهش اشاره بشه که این نوشابه هم مربوطه به اون شب عروسی و اون مجلس که بعد از شنیدن این خبر دوچار این رفتار عصبی شده رو انگیز. حالا مجبوریم بریم سراغ پلان آخر و برگردیم به پلانی که ذهن هممون رو میدونم درگیر کرد و توی این سریال نمیشه با قطعیت گفت که آقا مثلا فلان ایده‌ای که من دارم، فلان مثلا حالا تئوری که میدم، فلان نظری که دارم قطعا این اتفاق میفته. ثابت کرده که این اتفاق نمیفته توی این سریال و هی یه چیز جدیدی ممکنه که رو کنه این سریال، ولی خب یه سری تئوری های پیش میاد که آدم دوست داره بگه. من میگم به نظرم دو تا سه تا تئوری در مورد این قضیه به وجود میاد و میگم که حالا کدومش به نظر من احتمالش بیشتره. تئوری اولی که وجود داره از این شروع میشه که خیلی هم به قضیه اشاره کردن که خب بیژن همون شمسه، ما انگشتش رو ندیدیم، تو این قسمت هم اتفاقا دستش رو بسته بودن، باز ما ندیدیم و میتونه این مدلی باشه که منیر متوجه این قضیه شده و رفته که به بیژن گفته که آقا یا من لوت میدم یا اون چیزایی که من میخوام و اون اموالی که داری رو بزن به اسم من و اونم این کار رو انجام میده، اونم میره از این ور اون حالا مدرک جرم هایی که وجود داشته رو مثل همون شنله میبره میسوزونه. یه تئوری دیگه که ممکنه به وجود بیاد اینه که نقاتل یکی دیگه است. بیژن همه چیزایی که به گراب گفت رو قبلا به منیر گفته بود، منیر متوجه شد که این قاتل چه ویژگی هایی داره، چه ویژگی های ظاهری داره، مثلا شنل میپوشه و اینا، اومد این ویژگی ها رو حالا روی خودش اعمال بکنه که بره سراغ بیژن که جونش رو بگیره. که دوتا نفع داره دیگه، یکی این که اون چیزایی که از بیژن قرار بود بهش برسه، از این طرف هم قتل بیژن بیفته گردن اون قاتلی که همه دنبالشن. تئوری بعدی که وجود داره و به نظر من احتمالش از همه بیشتره اینه که فقط یه نفر قاتل نیست، یه نفر آره تو رأس اون قضیه ایستاده، حالا یا همون شمس یا حالا هر کس دیگه که شاید اصلا بعداً بخوان معرفی بکنن، ولی به نظرم این آدم یه تیم درست کرده و یه سری از قتل‌ها رو یه سری از کارها رو میسپره به این آدماش. حالا منیر که مدیر اون ساختمونه، اگه یادتون بیاد تیامی که با اون قاتل یا حالا با همون آدم شنل پوش در ارتباط بود عضو هیئت مدیره همون ساختمون بود، اینا با هم دیگه ارتباط داشتن، احتمالاً در ارتباط بودن منظورم اینه. و حالا خود همین منیر، تیام یا حتی مادر غراب، چرا مادر غراب؟ چون نازنین رو آوردن تو اتاق مادر غراب، باید توی کمدش یه سری چیزا، یه سری نشونه ها به نظرم اینو میرسونه که یه سری آدم هستن که دارن برای اون قاتل اصلی کار میکنن. حالا کار هم شاید نکنن، یعنی پول منظورم نگیرن، صرفا برای پول کار نکنن، یه سری انگیزه های مشخصی دارن که این نفر اصلی باعث شده که اینا دور هم دیگه جمع بشن به این کار رو انجام بدن. و اینکه منیر انقدر اصرار داشت که قبل از اینکه به پلیسا توضیح بده بیژن، به خود منیر توضیح بده که چیا دیده، به نظرم به این برمیگرده که متوجه بشه که آیا بیژن اصلا یه سری چیزای اضافی که ندیده، نفهمیده که یارو کیه و بعد حالا یه سری چیزا هم شاید کم و زیاد کرده توی صحبت‌های بیژن، گفته که اینو بگو اینو نگو، چون اگه دقت کنید با یه کنایه‌ای داشت میگفت که خب همون چیزایی که به من گفتی رو به ایشون هم بگو، یه مدلی داشت این قضیه رو میگفت. شما هم نظرتون در مورد این صحبتایی که کردن و در مورد این قضیه و اینکه آیا فکر می‌کنید واقعا حالا اون مدلی که می‌خواستن ما رو گول بزنن و بگن منیر اون قاتله، آیا قاتله آیا نیست، آیا این چیزایی که گفتم به نظرتون درسته یا نه، یه کامنت برام بنویسید. و حالا مسئله بعدی که به نظر من جالبه و دوست دارم در موردش صحبت بکنم، هوشمندی در تولید و انتشار یه اثری که نتیجه شده دفتر یادداشت. واقعا شاید حالا دفتر یادداشت سلیقه خیلی‌ها نباشه، ولی خب نمیتونم بگم که این سریال خوش ساخت نیست، همونطور که هیچ کس نمیتونه بگه سریال گناه فرشته خوش ساخته. این واقعیت به نظرم. و حالا چیزی که برام جالبه و باحاله این نوع جلو بردن داستان و این استراتژی که داشتنه، که این اومدن توی فرم حالا کمدی، حالا اصلا حضور همین عطاران، حضور رضا عطار موانی که از بزرگای کمدی ما و شروع کمدی داستان، اون چند قسمت اول واقعا این سمت کمدی کار، یعنی وزنه کمدی سنگینی میکرد نسبت به معمایی بودنش. اومدن با طنز، اومدن با حالا یه سری شوخی‌های متفاوت، یه سری شوخی‌های جنسی، اومدن
کلی مخاطب جمع کردم برای این سریال و کلی خندیدیم اون اولش، حالا آروم آروم اومد سمت این ور سنگینی وزن، یعنی دیگه الان اونقدرها کمدی نیست و از این ور معمایی تره، داستان داره یه مدل دیگه جلو میره، خیلی کاراگاهی، خیلی معمایی و این بالا پایین، این اصلا بالا پایین، نه این مسیری که طی کرد که از کمدی بیاد برسه به این ور، برای اینکه صرفا این ایده منه، یعنی فکر میکنم این مدلی فکر کردن که اول بیایم کمدی رو وارد داستان بکنیم، مخاطبمون رو جذب کنیم و بعد بریم سراغ داستانی که میخوایم تعریف بکنیم. این چیزی که به نظرم واقعا انجام شده تو این سریال، خیلی هوشمندانه است، یه خورده گول زدن مخاطبه ولی گول زدن باحالی اتفاقا، و من دوست دارم این تکنیک و این روشو و نتیجه هم به نظرم داده. الان خیلی واقعا درگیر این سریالن. حتما نظرتون در مورد قسمت 13 و این ویدیو برام توی کامنت بنویسید، اگه لازم شد حتما تو همین هفته لایو میذاریم و بیشتر در مورد این سریال صحبت میکنیم. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. دمتون گرم، همین دیگه، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. فعلا.